مخاطبان شریف و گرامی سلام. پوتین در تازه ترین اظهارات خود گفته است که ما از فروپاشی شوروی، از انقلاب اکتبر و از حوادثی که در گذشته باعث شکست در سرزمین روسیه شده عبرت گرفته ایم. و ای در جواب به یک رشته آمادگی ها و جلسات سران نظامی اروپا اتخاذ شده و اظهارات بیان شد. به خاطر از اینکه در جلسه سران نظامی اروپا گفته شده که در برابر روسیه اگر ما صلح می خواهیم، خصوصا در بستر اوکراین، ما باید با تمام قدرت در سطح کل اروپا با جنگ آماده شوید. اخبار اطلاعاتی را که من دنبال کردم، نگرانی اروپا از آینده از بابت تیزی که با موج روسیه، با موج به اصطلاح رو به جلو، اینا چیکار بکنن؟ ای تو معلوم میشه که اگر جنگ امروز اتفاق نیفته، این محاسباتش تا سالهای آینده قطعا وجود داره. خب اول پوتین در مجمع عمومی 25مین شورای خلق روسیه در مسکو با صراحت گفته که روسیه رای کسانی را که مدعی سلطه بر جهان هستند مسدود کرده. کی مدعی سلطه بر جهان است؟ امریکا و متحدینش. میگه ما رایشان رو بند کردیم، چرا ما برای کل جهان می جنگیم؟ ای اظهارات خبر از وقایع و عملیات مخفی بسیار عمیق میده. چرا اینا، بعدا اشاره میکنم که سران ناتو، سران نظامی ناتو هم که در جلساتی داشتن سخنانی گفتن که آدم میتونه تصویر آینده را درست ببینه. پوتین میگه ما هر گونه مداخله خارجی را، یعنی در اطراف خود، تهاجم علیه روسیه در نظر میگیریم و پاسخ میدیم. مثلا اخیرا تحرکاتی که در مرز با فنلاند است، با پولند، با کشورهای بالتیک. خب چرا؟ قضیه چی است؟ جنگ مضمون خود نشان داده میره. پوتین به این نظر است که بدون روسیه مستقل و قدرتمند، نظم جهانی باثبات اصلا وجود نداره. خب اینا اگر ببینیم، بدون طرف مقابل هم نمیتونه وجود داشته باشه. پس این رویارویی به کجا میره؟ پوتین میگه که اونا میخوان ما را به زمین بزنند. با زور اگر نتانن این کار از طریق ایجاد مشکلات در اطراف روسیه انجام بدن، یعنی مثل که پولند است، فنلاند است، کشورهای عضو ناتو است، خود اوکراین است فعلا. خب چی؟ غرب میگه کشور چند ملیتی مثل روسیه را تحمل نمیکنه. خب روسیه یک جغرافیای بسیار بزرگ است. شاید اونا به این نظر باشن که روسیه اگر از یک قسمت بشکنه، این جغرافیای بسیار بزرگ کنترل نمیدانه. براستی به تقسیم روسیه می اندیشن. چنانچه بعد از فروپاشی شوروی، مرحله دوم فروپاشی روسیه بود، یعنی نوبت بود. روسایی رو فهمیدن بعد از ای که یلسن رو به زوال رفت، پوتین ظاهر شد. حالا پوتین با صراحت میگه که ما باید درسای انقلاب اکتبر، جنگ داخلی را، یعنی از 1917 تا 1921 و فروپاشی اتحاد شوروی را به خاطر داشته باشیم و درس عبرت بگیریم. در سه
در حادثه روسیه از درون ضعیف شد. انقلاب اکتبر که پیمان برست لیتوفسکا با آلمان ها امضا کردند و روسیه تقریبا از جنگ عقب نشینی کرد، قلمروهای زیادی را به آلمان داد، بعدا جنگ داخلی و فروپاشی. خب عالم میگه که هر گونه تلاش برای ایجاد اختلاف و تجزیه در روسیه خیانت تلقی میشه و ما با کسی اجازه نمیدیم روسیه را تجزیه کنه. این کاملا یک سخنان به صلاح یک بار برای همیشه است، یعنی بخشی از مانیفیست یا قانون اساسی روسیه. سناتور امریکایی رندپال، ای آدم خواستار آغاز مذاکرات با روسیه است. چرا؟ رندپال میگه که همه چیز به ما نشان میده که ما در یک نقطه رسیدیم که باید مذاکره بکنیم با طرف، با روسیه. یک سال پیش اگر در این موقعیت بودیم، ما مذاکره میکردیم، چیزای زیادی اتفاق نمیافتاد که اتفاق افتادن. مثلا ده ها هزار نفر کشته نمی شدن و ما بسیار به سادگی از مذاکره با روسیه حاشیه رفتیم. راست میگه. ببینین کلیتون موریس یک روزنامه‌نگار امریکایی است، از یک زاویه گزارش داده از وقایع پنهان اوکراین. میگه زلنسکی دو قایق تفریحی را به ارزش 75 میلیون دلار خریده. شما این تعجب نکنید، رفیقاش در هر جا با سفارش خودش از این خریدار میکنند. مادرش هم این کار کرد در مصر. این کارا همیشه از طریق پولشویی یا از طریق به اصطلاح دادن وکالت صورت میگیره. این پول از کجا؟ پول تمام پول مالی اروپا و امریکا است، عین چیزی که در افغانستان اتفاق می افتاد. یعنی شما یاد ما هست که یک سال پیش همسر زلنسکی از دولت های جهان یک رنگ پول طلب می کرد و بعد از او رفت بازارهای مفشن پاریس خریدای بزرگی را انجام داد، جواهرات و کیف و بعد بسیار چیزهای تجملی. کلش گزارشاتش هست. خواهی خبرنگار امریکایی میگه که امریکا پول زیادی بر از اینا میفرسته تا همسر زلنسکی به خریدای بسیار بزرگ از بازارهای تجملی پاریس خرید بکنه. اینا چیکار میکنن؟ آل زلنسکی دو قایق تفریحی خریده در فاصله چند روز. او را در ابوظبی و ناحیه آنتیب در منطقه علاقه در لنگر انداختن. اسنادی وجود داره که بر اساس از او قایقای تفریحی لکیمی نامش است و مای لگسی اینا خریداری شدن. خب این نقطه جاییست که مثلا زلنسکی بعد از اینکه از دولت اخراج میشه روزای خود در تبعید سپری خواهد کرد و ای میتونه که ای دو کشتی را به ایتالیا ببره در ویلای خود. ویلایش ماهانه 50,000 دلار کرایه میپردازند در ایتالیا. خب پس ای اوکراین سرنوشتش در دست این دو آدم هست. ای پیروز میشه؟ هرگز. پروژه جرایم سازمان یافته و فساد کشف کرده که سرگی شفیر دستیار زلنسکی فعلا بخشی از این شبکه فراساحلی است، در خرید و فروش کشتی ها و جایدادها. او سرگی شفیر همه چیزها رو به نام خود میخره اما بر زلنسکی کشف کردن. این خود چیز خوب پنهان نمیمانه و این بیهوده نیست که مثلا دو روز پیش الینا زلنسکایا خانم زلنسکی گفت که من دیگه نمیخوایم که همسر ما برای دور دوم انتخابات خود نامزد کنه. کدام انتخابات؟ کدام نامزد؟ خب ببینین میگه ما
با شوهرم و فرزندان میخوایم بعد از این زندگی کنیم. خب یه که من دیدم رولاغنی یادم آمد. بعد از این ما یک تعطیلات میگیریم و جای میریم. خب میگه کجا میری؟ میگه هر جای که دل ما شد. هر جای که رفتیم یک جای میریم با تمام خانواده. یک ماه طول میکشه، بعد از این فکر میکنی که بعد از او چی بکنیم. فقط ما و زیلینسکی. خب به خاطر از اینکه میگه من میخوایم برای یک دوره دیگه بعدی رئیس جمهور شود. این نشان میده که زلینسکی برای خانمش گفته که قرار نیست که مرا اجازه بدن که دور دوم خدا برای ریاست جمهوری نامزد بکنم. حرف از زبانش رفته و از زلنسکایا میگه که من نمیخوایم میریم، میخوایم بریم به تعطیلات. خب این خود مثلا نمو حلقه نخبگان و مو به اصطلاح اشرافیت جنگی اوکراین. وزیر دفاع روسیه گفته که بسیج کامل در اوکراین، تأمین تسلیحات غربی و وارد کردن ذخایر استراتژیک و میدان نبرد تغییر در وضعیت جنگ پدید نیاورد. ما اینا رو شکست دادیم. در طول 6 ماه که ضد حمله عنوان میشد، اوکراین بیش از 125 هزار نفر تلفات داده. 16 هزار واحد اسلحه شامل اسلحه سنگین و مثلا موتوریزه و سبک و نیمه سبک از دست داده. حالا اونا نمیتونه این رکمال بکنن دوباره. چرا؟ سنکنیتزل یک مورخ نظامی آلمانی است. این آدم میگه که اروپا برای جنگ با روسیه آماده نیست. اگر جنگ پیش بینی کردن در آینده، تصویر جنگ میبینن. اینا جلسات بسیار جلسه مهمی داشتن، در اون جلسه گفته شد که ما آماده جنگ نیستیم هنوز. چرا؟ سنکنیتزل هشدار داد که اگر یک درگیری بین اروپا و روسیه صورت میگیره، نیروهای اروپایی که پراگنده هم هستن، منسجم نیست، جنگ نادیده هست، محو میشه. مثل امپراتوری روم که توسط ناپلیون ویران شد. اینطور میگه. چرا؟ نیروهای مسلح اروپا پراگنده است، میتونه در هر نقطه متلاشی شود. در جنگ با روسیه اروپا فقط شکست نخواهد خورد. مثل امپراتوری روم، ناتو و کارشناسان نظامی غربی به این نتیجه رسیدن که از بیخ سقوط خواهد کرد. سنکنیتزل مورخ نظامی آلمانی آدم بسیار معروف است. این آدم این گپا را در کنفرانس دفاعی در برلین گفت که تعدادی از جنرالای آلمانی هم حضور داشتن و فیصله به این شد، یعنی اتفاق نظر به این بود که ناتو نمیتونه در نبرد اول، یعنی در مرحله اول جنگ به اصطلاح جنگ دفاعی را در جنای شرقی پیش ببره و پیروز شود. در اول میگه ما شکست میخوریم. چرا شکست میخوریم اروپا با این کش و فشش؟ به خاطر از این میگه که انتقال همینطور سریع نیروها و تجهیزات کافی به خط جبهه با روسیه بسیار دشوار است. انتقالات نیروها و تنها نیروی پیاده نیست، نیروی مهمات و لوجستیک است. آقای نیتزل تدارکات ها. مسئله تدارکات ها. یعنی اکمالات لوجستیکی و جنگی را برای اروپا یک کابوس میدانم. یک کابوس ما اینمی است. آلمان زودتر از 15 سال دیگه یعنی به جنگ آماده شده نمیتونه. ایت یک تصویر تیره میتن تا آمادگی خود اینا قوی بسازن. تا 15 سال که آلمان این آماده جنگ با روسیه نیست، تا 15 سال چی اتفاقات خواهد افتاد؟ پس از امی حالا آلمان مسئولیت جنگ اوکراین بر عهده نگرفته؟
روسا در صورت اکثر کردن اوکراین منتظر میشن که اونا 15 سال دیگه هم بگذرد تا خود آماده بکنن. به همین خاطر میگه که نیتزل میگه که ما اگر جنگی در میگیره فقط در کنار تابوتای سربازای خود استفاده شده میتونیم و تمام. یعنی در صورتی که جنگ در بگیره ما میتونیم در بهترین حالت قهرمانانه بمیریم، نه ای که پیروز شویم. بدون پهپاد، سیستم های دفاع هوایی، بدون مهمات کافی. این جلسه در برلین نشان میداد که این مردم خود آماده میکنن برای یک درگیری مثل جنگ دوم جهانی. بله همینطور معلوم میشه. مثلا دریا سالار راب بایر افسر ارشد ناتو گفت که دیدگاه های ضد نظامیگری در بین آلمان ها ریشه دارد، که مثلا میگه که ما نباید آغازگر اول جنگ باشیم یا در حالت دفاعی باید باشیم. میگه بسیار خطرناک است، این یک محاصره ذهنی است که آلمان با او مواجه است. یعنی خود آلمان خود محاصره ذهنی کرده که میگه نه، تا که سر ما حمله نشه بیا ما کاری نداریم. و مثلا میگن که آلمان در دفاع و در جنگ تو اول شروع نکنه. دریا سالار رابایر میگه که این بسیار خطرناک است، یک ذهن آلمانی به با اول باید اصلاح شود. چرا؟ اگر ما صلح میخواهیم باید برای جنگ آماده باشیم. من برداشتم از این گپی است که حتما جنگی در میگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه صلح مورد نظر از اونا باید تامین شود و صلح مورد نظر اروپا و آلمان در موجودیت روسیه پیروز در نبرد اوکراین برآورده نمیشه. پس چی میمونه؟ همون رای جنگ. خب یک آزمایش شاید بکنه که ما زنده باشیم یا نباشیم. همین طرف روان است این پروسه. یک تعداد از جنرال ها و کارشناس های نظامی موانع جدی از قبیل کمبود نیرو، کمبود ذخایر مهمات و به اصطلاح جابجایی، اما سوق و اداره 3 میلیون سرباز ناتو تا 1000 میلی از آلمان تا جبهه را با روسیه، اینا را پیش از پیش فهرست کردن که ما چی کار بکنیم. وقتی که خب البته 3 میلیون نیست، در قدم اول 300 هزار است. 300 هزار سرباز و اینا فهرست کرده که باید آماده باشن که در صورت مثلا شروع یک جنگ عمل بکنن. خب آقای نیتزل میگه که اعضای بزرگ کلان رتبه ناتو نسبت به چانس اوکراین حاله بر بازپسگیری سرزمین های از دست رفتهش از روسیه بدبین هستن، نمیتونه بگیره. کاری بکنه که واحدهای باقی مانده خود سر از او چنه بزنن. چرا؟ جواب زیرا یک دگرمن است به حساب ما شما در رتبه نظامی واسا والتونن از فنلند. او میگه که وضعیت اوکراین با ماهای آخرین مرحله جنگ زمستانی با ارتش شوروی در سال 1939 و 1940 مشابه است. وضعیت فعلی اوکراین در او جنگ، البته فنلاندیا یادشان است، فنلاندیا با سختی سرکوب شدن و مجبور شدن بر صلح حاضر شوند. ای واسا والتونن میگه که شما نمیتونین. روسیه ایتی یک کشوری است که در جنگ فرسایشی علیه از اونا شما پیروز نمیشن. ایتی یک جلسه بود دیگه. پتر پاول رئیس جمهور چک با روزنامه ایتالیایی
کره را دلاسرا تقریبا مسائل مشابه را عنوان کرده. یعنی یک ناامیدی در اتحادیه اروپا در مغز تمام سران اروپایی همینطور زنده شده. پتر پاول میگه که تامین مهمات برای ادامه عملیات جنگی در اوکراین کافی نیست. از دمی 2 سال میگن که کافی نیست. خیلی این 25 26 عضو ناتو چی کار میکنن؟ و امریکا که تمام ذخایر خود این طرف روان کرد، یعنی چی؟ این قابل سوال نیست با ما و شما؟ تقریبا 30 کشور به جان روسیه افتادن و آلیا این در تازه ترین مورد میگن که تامین مهمات در جنگ اوکراین کافی نیست و چیزی هم که داشتن ریختن به دامن اوکراین همیش هدر رفت. اینا میخوان آینده مورد نظر خود باز نجات بدن با این ذهنیت. خب پتر پاول میگه که ما نتونستیم به وعده های خود برای تامین گلوله توپ عمل کنیم. گلوله امو مرمی های 155 میلیمتری منظورش است. توپ های دراز است، میل های بسیار دراز، توپ های بسیار سنگین است. امریکا میگه شما تولید کنین، اروپا میگه ما میخریم. از تمام دنیا گلوله های توپ 155 میلیمتری که در زرادخانه های هر کشور بود خریداری کردن، حتی از پاکستان بردن به اوکراین. آلی هم میگه که نه، کم از نیست. خب پتر پاول میگه که مثلا ما وعده دادیم که F-16 وارد ارتش اوکراین شود، حتی نتونستیم خلبانان F-16 را آموزش بدیم. هیچ وقت نه خلبانان آموزش خواهد یافت نه F-16 در اختیار اوکراین قرار میگیره. یک بازی بود. چرا؟ اگر F-16 را بر اوکراینیا میدادن به معنای اعلان جنگ بود و روسیه گفته بود دیگه. این لفاظی ها چی فایده داره؟ کشورهایی که پشت اوکراین استاده بودن و پیروزی کیف ادمینان ندارن، خاصتا در این زمستان که حال رسیده، یعنی در قهر زمستان میرسه که اوکراین پیش از پیش زیر ساختاش از بین رفته، زیر ساختای انرژی، زیر ساختای انتقالاتی کلش روس ها زدن. پس چیست؟ افزایش احساس ناامیدی. مثلا ما شما در کشور خود جنگ دیدیم که فشار جنگی که من زر طرف کمی تو گفته مردم ما شما در پچار میشی ناامیدی میپیچانید. عینی چیز اونجاست. ادامه اقدامات تهاجمی که برای اوکراینی ها در کلیشان پر می زدن که زده حمله چطور چکار، این چیزا یک محتمل نیست و کاملا از ابتدا مختل شده. این شخصا که تمام گزارشات دنبال میکنم بسیار با جزیات در این قسمت ما چیزی نمیبینیم. حال اوکراینی ها 6 ماه سینه دنیمی مسیرهای دونیتسک، آرتموفسک، بخموت، حال که آشیشی طرفتر و زپروژا این به هر مرتب تلفات میتن با یک قدم حرکت ندارن. ما این حال فیران میمونم که چطوری مردم می جنگانن، اما حال گزارش های میرسه که مردم نمی جنگن، با زور از هر طرف کش میکنن. پیروزی دیگه فقط یک خواب است برای زینا، با این شکل نمیشه. کشور تا دادان بلا پرتو باز پیروز بگوشم. ناکامی های ارتش اوکراین این ما نمیگیم، ما چی؟ ما خب مثلا ناظران حاشیه ایستیم. بیشتر تمام یافت های ما از رسانه های نیمه رسمی و مثلا رسانه های اطلاعاتی است. خود والری زلوژنی رئیس ستاد ارتش اوکراین
علنا در مجله اکونومیست اعتراف کرد، مقاله نوشت، گفت که ما به بنبست رسیدیم. پیشرفت در جنگ ناممکن است. خب پس به این ترتیب اینا منتظر چی هستن؟ به نظر شما اینا پس منتظر چی هستن؟ اوکراین به این گفته مردم ما شما بازی و بازار نگاه کردن به خاطر تا یک سال دیگه می کارم میکنن در پلان خودشان تا انتخابات امریکا بگذره.